اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بس در باره اخلاق پیغمبر بزرگوار اسلام مود بعضا در می موارد کی پیغمبر دنیا نه خاص در یک روایت کی سندش صحیحه ال عن البرقي عن قاسم ابن يحيى عن جد الحسن بن راشد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله سند روايه معتبر اما سقيان راويا امام صادق می فرمایا خرج النبي وهو محزون خوب در دنیا کی کی گرفتاری هر کس گرفتاري داره داره یه کار آدم احمق که فکر کنند که همیشه ما خوشحال باشم هیچ کس همیشه خوشحال نیه چی انبیا چی اولیا چی پاچه ها پولدارا پول سرمایه دارا زورمنده همه مختلف حالات انسان گایش نراحت هن این دنیا برای یعنی اونایی که انتظار دارند که دنیا اند در دنیا همیشه راحت باشن خوشحال باشن موفق و پیروز باشن اونا اشتباه میکنن دنیا را به آخرت اشتباه میکنن او آخرت ها. نتیجه تکامل در او دنیا یا مومنین اما خوشحالن غم و اندوه اونجا نیه اما در دنیا نه اما تو که مومنین ناراحتن کفارم ناراحتن هم ناراحته اما کس ناراحتی داره خوشی داره روزهای مختلف داره حالات مختلف داره دار در دنیا انسان باید با نظام خلقت بازیچه فرض نکنه و باید ناراحتی پیدا نکنه مقاوم باشه مقاومت داشته باشه و از خط عبودیت و انسانیت خودم بیرون نروه فشار می آید. مشکلات می آید. آدم باید مقاومت داشته باشه. با در این دنیا برای این خلق شدیم. این مدرسه مایه. مدرسه علمی. مدرسه اخلاقی. مدرسه عملی مایه. در این دنیا باید ما تکامل پیدا کنیم. ما تمام مقدرات خود اراده خود، بهاوس وحاواده میسه بچای کوچیک بهاوس بازی بچگان مشغوله بعضم دل ما میخی که بهشت بیرم بعضم دل ما میخی که در دنیا به با مقامات بالا برسم نابور ده رنج گنج مویا سر نمیشواد مایګ وخت در جوانی چیز میخندم تاریخ میخندم تاریخ چند قرن اخیر دنیا را میخوانده در یک کشورای زایران در اروپای شرقی بود یک نفر چهار دفعه معکومه به اعدام شده بود به هر دفعه چک می شد و یک زندان بیرو می یک دفعه تا تاپای دارم رفت بعضی اوقات هم زندان از زندان فرار کرده بعضی اوقات هم ای پای در رفت چی کار شد که در پروندیزی یک مشکل پیدا شد ایرا پس آوردن بالاخره یک کار کرد که که پای در دیگه نروه چند سال بندی کردن او بعد دفعه دیگه که زندان بیرو شد بعد دنباله کار خرفت تا که رئیس جمهور شد آه. اینیه که دل من میخواه که اما رئیس جمهور باشم ام پسر من هم تمام نسلم، من هیچ کارم نمی کنم فقط منتظرم که مردم بیاین و به کمال احترام به ما بیعت کنن و مرا به عرق ببرن که من رئیس جمهور شم اینا فکرهای احمقانه بچگانه زحمت می کار می خواهی. در پوانتون انسان باید درست درس بخوانه من نمیدانم که چی محسلین ما در پوانتون اولا پوانتون ما ناقصه استادای لایق درجه یک نداریم. به حد کافی نکی هیچ نداریم. یک ده از استادای ما لائخه. یک ادی دیگیشان تجربه تدریس ندارن ای یک مشکله مشکلی دیگه خودی جوان چهار ساعت درس میخوانن دو پیگیری نمیکنن شب تا شب مشغول تلویزیون و صحبت ها و مجالس جوانی و ارهر خندیدن که بیس سالم به این شکل پوانتون بروان اینا به جای نمی رسن دینی ما هم می علوم دینی هم روز به روز علوم پیچیده میشه چی علوم دینی چی علوم انسانی چی علوم تجربی پیچیده میشه او مقداری که در حد فراغت از تحصیل بود او الان در جمله که می گفتن فلانی فارغ و تحصیل شده در علوم دینی الان طلبه متوسط حساب میشه پیش میره امی کم می به فرزندان عزیز خود چی در مدارس دینی درس می چی در مدارس دولتی در دانشگاه ها درس می خوانند در لیسه ها درس می خوانند یک جمله را بگن که فارغ و تحصیل یک کلمه احمقانه چرت غلطه هیچ کس فارغ و تحصیل نمیشه فارغ و تحصیل چیه تا که زندهی و چنین گفت پیغمبر راسگو زګهواره تا غور دانش وچو انجینر 파ره تاسیل او تخمشم کې رویم قبض شوه و باید درس بخانم درس بخانم تاکي مؤيثر مېشه بعد از درس کې نشود مطالعه باید وکنه لينای کې په انتون درس میخوانند مثلا از چیز فاکولته فارغ میشن یا ماستری را می فرق و تحصیل نیین، درس نمی تازه دوران مطالعه و تحقیق اینها شروع میشه که باید مطالعه کنند این کشور فلک زده که پیش نمیره مسئولیتش به کارگرا و حمالا و جوالیای کابل مربوط نیه مسئولیتش به دوکاندارای بیسواد مربوط نیه ای اقیب ماندگی ما مستقیم مربوط میشه به دولت مردا و به محسلین پوانتون درس کم میخوانند مطالعه کم میکنن، دنباله امتیاز میگردند در امتحانات تقلب میشه استاد بعضی, از استادا پول میگیرند بچه را کامیاب میکنند بچه های سروتمند دلشان میخواین ناخانده پروفیسر شوند به وسیله پول کشوری فلکزده مام پیش نهمیره باید درس بخانیم باید مطالعه کنیم من میخوام بگم به وزیرای محترم که امی وزیرایی که درس خواندن یا لیسانس یا فوق لیسانس الان رفتن در وزارت خانه که مربوط به رشته های علوم تجربی میشن نشستن یا علوم انسانی میشه نشستن یا قاضی های محترم که مربوط به علوم دینی میشن رفتن نشستن با کتاب آفیزی میکنن بعد از به هدف بعد افرسیدن چوکی وزارت خانه ای خیانت به این ملت خیانت به کشور خیانت به نسلای آینده خود شما که بالی چوکی که نشستن بگویم خلا شد دیگه من مطالعه نمیخوام به هدف رسیدم باید شب باید چهار پنج ساعت مطالعه کنه در امور رشته خود در هر رشته که هستید باید مطالعه کنه د وزارت خانه نشستی ای تنخی زیاده لمیگیری به تو امتیاز میدن ای برایی نیی کیه اوايي صحبت کنی مطالعات هرچ کی مطالعاتت انیختر شوه در دوران وزارت قزاوت هرچ کی هست مدیر عمومی رئیس عمومی بهتر خدمت میکنی به کشور بهتر خدمت میتواني از نادانی آدم به هیچ جا نمیرسه ای چهار سال فاکلته خاندن هیچ چی به درد نمیخوره چرا خود فریب بده من لیسانسه یم من فوق نمیدانم که لیسانسم ما دکتورا دارم اینا به درد نمیخوره به یک مدارک خورسن نباش و نمو. دستوری که از پیغمبر اکرم نقل شده و نموید فوق لیسانس ممونجیه دکتورا ممونجیه زگاواره تاگور دانش بجوی اطلب العلم من المهده الى الحد تا روز آخر خود درس بخان امی ابو ریحان بیرونی را نام شرزیاد چونیدن از مفاخر ما و شما است شاید از ما و شما هندیا او را بهتر بشناسند امی البیرونی که از در غزنی وقتی مردنش رسید یکی از علماء میگه ای در فقه وارد نبود در علوم دیگر کار کرد بالاخره یکی از علماء روز آخر گفت من رفتم به دیدنش مریض بود که نشستم پیشش دیدم که بعد از اول پرسی فهمیدم که ای مرگش نزدیک از چریش فهمیدم که میخواید بمیره گفت در امی اصنا ای از من یک مسئله فکر در میراث پرسید که ای چیه من نگفتم گفتم استاد الان شما مریضین انشالله که می میفهمیدم که فوت میکنه ولی برای اینکه رویش ضعیف نشوه گفتم وقتی که سالم شدین مریضی شما خوب شد بعد من جواب خدمت شما عرض می کنم الان برای شما فکر به این مسائل علمی مصروف نکنه ابو ریان بیرونی به ما گفت که مولوی صاحب یا دانشمند محترم خوبه که ما این مسئله را بفهمم و بمیرم این خوبه یا بمیرم و من به این مسئله جائل باشم سبحان الله این که زگاواره تا دانش بجوی امیه کتاب امروز نام البیرونی مانده چرا نام موتو نمی مانه موتو زنده امسایه امارا نمیشناسه یکی کشور پیش نمیره تا درست دست خانده نشوا ام محسلین علوم تجربی و انسانی ام محسلین علوم دینی ام اونهایی که امروز استادن در پوانتون استادن در معاهد علمی استادن استادای درجه یک و ام او دانشمندان دینی که استادن در مدارس دینی اینا تا در مطالعه نکنن شب و روز زحمت نکشن به هیچ جا نمیرسن فارق و تاثیر یعنی عدم دیوانه چه و تاثیر چیه؟ عدم بیکار بی بین با سال به ده سال کسیم عالم میشه پینجا سال مال آن ما, ما نمیدانم شاید از سن چارده ده سالگی ما شروع کردم مال آن داخل سال اشتاد و یکومه طلبی تنبلم نبودم شب و روز خاندم درس خاندم در عراق در, در حوزه شبای ماه رمضان تا یا درس گفتم یا درس خواندم روزا گرم بود شبایی کار می کردم بعض روزم ساعت نو مزخاب بیدار میشدم شب بیدار بودم نماز می میخواندم می خوابیدم تا ساعت نو بعضم شروع میکردم تا مغرب تا او تابستان تنبل نبودم خیلی کتاب مطالعه کردم شاید دو سه هزار خیلی هم نوشتم ولی مال الان خودم فکر میکنم با خود اینا ریاکاری نیه ما که الان خود فکر میکنم شکست خورده به اندازه یک طلبید علوم دینی یک طالب علم دینی متوسط و مقامات بالای علمی را کنار بگذارد من انوز خود یک محاسل میدانم معنی امی الانم شبا و روزا مطالعه میکنم انسان امو قسمی که از تنفس بی نیاز نیه باید نفس بکشه و الا میمیره غذا بخوره آب بخوره ای گفته نمیشه که ما اشتاد سال آب خوردم غذا خوردم بس دیگه خسته شدم چی چی بسه؟ من دیگه تنفس نمی نمی‌کنم. خب می میری دیگه که نه تنفس کنی نه آب بخوری می میری زندگی فیزیکی تمام میشه امی قسمه مطالعه کردن هرې محصلي کې در فاکولته در مخاني یا در لیسه یا در مدرسې ديني استادې مو ترเม کې ګای تور پروفیسور میګنو ګای اکادمیسین میګنو ګای پلان میګن یا القاب ګوش ندي شب او روز متاله کو د څطوره میا کې زدا ګاواره تاور علوم روز به روز توسعې پیدا میکنه علوم ديني خېلي توسعې پیدا کوي فلسفه خیلی توصیه پیدا کرده نسبت به گذشته ها علوم تجربی روز به روز پیش میره تکنولوژی فن آوری خیلی پیش میره تو خوابی در خوابی غفلتی از قافله عقیب میمانیم اما تو که منده دیگه کشور ما از قافله علم و تمدن عقیب مانده، یک انقلاب میخواییم انقلاب شعار ما باید انقلاب باشه نه انقلاب جنگ انقلاب فرهنگی و انقلاب علمی ما می هر دو سال باید کتابه درسی اوز شوه هر چند سال باید کتابه علمی درسی در حوزه های علمی دینی در, غوز, در حوزه های علوم انسانی در حوزه های علوم تجربی باید اوز شوه کامپیوتر آمد خوب کارای بدم در تلویزیون هست ولی میشه که از می تلویزیون ما خیلی استفاده علمی میکردیم چیز خوبیه ولی ما نکردیم نکردیم چی تحول پیدا شد در پوانتون های ما چکار شد چند نفر دکتور لایق که به دکتورا رسیده باشند ما داریم فوق لسانس اونایی که واقعا میفهمند. چند نفر داره علماء دینی که واقعا درست به درجه اشتیاد رسیده باشند. چند نفر داره میگم والله العالم مثل ما ملعی ریش سفید زیاد پیدا میشه ازاراتا پیدا میشه میگم دانشمندی که به درجه اشتیاد رسیده و در علوم درست درک میکنه چند نفر داریم که درست تفسیر بتوانه در حدیث در تفسیر در فقه در اصول در علم رجال چند نفر داریم فقه خیلی بالا رفته یک دریای اصول فقه همه طور اما مشتهدین دوره سابق در علم وصول که اگر عال دنده شو باید درس بخانه وقتی که جوابای ما سکوت باشه این کشور یک قدم امرو و پیش ما باید درس اخلاق میخانیم ما رمضان رمزان صحبت های اخلاقی میکنیم برای چی میخانیم هم برای دین خود میخانیم ام برای دنیای خود باید تاثیر کنم والحمد لله رب العالمين